تهران. من در این روی بودم و لشکرگاه بود نخوص ردیر قیام شاهنشاه را برای شما خیرم. تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق قلوبش خورده بود و میخورد و صدای مهیب بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق میشه. یه گلوله رسام و تانک میخوره گلوله. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکن. آقای دکتر صدیقی بگه که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اینجا. نه تخت من از اینجا برداریم بزرگیم. این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد مرگ را در زندگانی آلوده به ننگ و رسوایی ترجیح می دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خریده است باز نخواهد ایستاد. بیست و هشتم مرداد ماه سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332، روزی که مثلث شوم دربار و ارتجاع و استعمار دست در دست هم در یک کودتای ننگین به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. دکتر مصدق پیشوای نهضت ضد استعماری مردم ایران، خود در آخرین بخش دفاعیاتش در بیدادگاه نظامی شاه درباره این کودتا و علت آن چنین گفت: تنها گناه من، گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیمترین امپراتوری جهان را از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوفترین سازمان های استعماری